صبح زیبای تمام هموطنان عزیز ما بخیر باشه شما بیننده برنامه صبح زندگی از شبکه جهانی آریانا به طور زنده هستین به گفته اکثریت روانشناسان به خاطر داشتن زندگی سالم سبک زندگی خود را باید تغییر بتیم. اما ای که زندگی سالم دارای کدام ویژگی ها است و ما چطور می که سبک ناسالم زندگی خود را به سالم تبدیل بکنیم در این قسمت از برنامه هم می صحبت داشته باشیم با آقای احسان الله نوری روانشناس بسیار خوش آمدین استاد صحبتان بخیر شما سلامت باشین بنام که بودن ما یاد از او سلام تقدیم می خدمت شما و خدمت بیننده های نازنینتان که برنامه خیلی زیبای شما را سلامت باشین ما هم خوشحال هستیم از اینکه شما را امروز در استودیو داریم و قرار است که صحبت های مفید و انگیزه بخش شما هم امروز مستفید شویم اکثریت مردم هم منتظر هستند و میخواین که در مورد زندگی سالم بیشتر از شما بشنوند که واقعا زندگی سالم یعنی چی خب زمانی که ما زندگی سالم می میکنیم میریم روی سبک زندگی بحب. یعنی سبک زندگی سالم باید داشته باشیم که روش هایی را انتخاب کردیم برای یک زندگی سالم خود یعنی خیلی مهم است در دو بوده میشه بخش طبی و بخش روانی بوده بریم یعنی اول بخش طبی و بخش سلامت جسمی را میبینیم چک میکنیم فردی که میخواد زندگی سالم داشته باشه اول ببینه که آیا مشکل جسمی داره آیا افسرده است آیا مثلا مشکل دیابت داره آیا مشکل قلبی داره آیا نداره و میرد مثلا کارهای میکنه که بره به اون مشکل ها یعنی چک کنه اول وضعیت جسمی وضعیت خیلی مشخص مهم شد. است اسمح. یعنی ما اگر بعضی کسا رو ببینین خوب مثلا میده درد است اصلا پیش دکتر نمیرم بلد بلد. باز میده درد از میدهش درد میکنه میشه محکم گرفته میده خدا میگه خیلی از جور جو میشه دارو میخوره میره در واقعا خیلی چیز رو میگیره یعنی ما نمیفهمیم که اگر پیشرفت میکنه شما اگر دفعه اول پیش دکتر برید شاید 300 افغانی مصرف کنید اما دفعه اول اگر نه بهترین و ایده دوامدار بان شاید در سلک افغانی خوب نشین <applause> یعنی ببینین اونا به زخم میده تبدیل میشه زخم میده میره به سرطان میده تبدیل میشه <applause> یعنی ما در مراحل اول برای زندگی سالم باید چک کنیم که چی مشکل داریم در جسمی یعنی سلامت جسمی خود چک کنیم بسیار. که چی مشکل هایی داریم اونها رو حل کنیم اگر فشار بالا داریم اگر مثلا مشکل میده داریم هر مشکلی که داریم تمام اینا رو باید حل کنیم که خوبتر زندگی کنیم یعنی اینا آزار ما میده و زندگی سالم نمیداشته باشیم ده. و در بود روان اگر بریم که خیلی چیزا یعنی مهم است یعنی مشخصه دیگه که خیلی مهم است بود روان است که از روان باید ما چک کنیم سلامت روان خوده زندگی سالم زمان ما می داشته باشیم روابط اجتماعی خود را چک کنیم آیا روابط اجتماعی خوب داریم یو نداریم آیا با مردم خوب رفتار میکنیم یا مردم ما را ب... خیلی بد میبینیم و ما مردم بد میبینیم در روابط اجتماعی خود موفق هستیم دوست داریم یا که مردم ما را دوست نداره بعضی کسا اصلا دوست ندارن چرا به بله. خاطر که روابطشون خوب نبوده بعضی کسا خیلی دوستا دارن هر جا میرن دوست پیدا میکنن یونی روابط اجتماعی خیلی خوب دارن ما اول ببینیم که رابطه اجتماعی با, با مردم چگونه است خوب است یا بد است اگر رابطه اجتماعی با مردم خوب بود پس یک بوده ما برد داریم و زندگی سالم داریم بله ببنه. خود دو موضوع هم میتونه م. که با هم مرتبط باشه یعنی سلامت روانی یک فرد بسیار مرتبط از با سلامت, با سلامت, با سلامت جسمش. جسمش و اگر جسمش درست نباشه بالای روانش هم یکی دیگر است اگر مثلا ما مشکل داشته باشه مثلا یک کس همیشه سردرد است شدید سردرد است هیچ وقت نمیتونه رابطه با دیگر را بگیره رابطه اجتماعی هم خراب میشه چرا و اون نمیتونه با دیگر اوسیلیش نداره سردرد باید بره اول با سردردی خود مثلا پیش دکتر بره سردردی خود درست بسازه بعد از اون رابطه اجتماعی خوب بگیره یعنی خوب شما بیان که... کردین در مورد سلامت جسمی و روانی افراد که باید بیشتر متوجه باشن و سر وقت کوشش بکنن اگر کدام مشکل احساس میکنن که دارن را... او را حل, بسازن بقید. و حالا مصاد خوب است که در مورد ویژگی های زندگی سالم صحبت بکنین ما اگر بخوایم که سبک زندگی سالم داشته باشیم کدام ویژگی ها داره که ما باید در نظر بگیریم اول خود گفتیم که روابط اجتماعی خود خیلی خوب کنیم باید با مردم رابطه خیلی خوب داشته باشیم مردم دوست داشته باشیم و خود رابطه اجتماعی که مثبت فکر میکنیم روی زندگی ما تاثیر کامل داره بعضی کسا رو ببینید کلاگی رو بعد میبینه هر کس امینه میگه این بعد است این بعد است این بعد چقدر بعد خودشان هم خسته میشن خب کلاگی بعد دیگه میگهش که خوب نیست شک میکنن فکرای بد میکنن همین که آزارشان میده و زندگی ما رو دچار مشکل میکنه سبک زندگی ما بد میشه یعنی سبک خیلی خوب نمی باشیم دیگه اول رابط اجتماعی خود, خود گفتیم که خیلی خوب است که ما چک کنیم دومین چیزی که است با خودتان مهربان باشین خودتان دوست داشته باشین ببینین چقدر خودتان دوست دارین داینه خودتان میبینین خودتان ماچ میکنین <تصفح> یا بوسه میکنی؟ <تصفح> بوسه میکنی خدا شکل دیگه شما داینه خدا میبینین آیا دوست داره این خدا بغل داینه میکنین؟ یعنی ما یک اکس دیده بودم خود از آینه کشیده بود بغل کرده بود اگر شما دیده باشین در صفحات اجتماعی یعنی ما چقدر خود دوست داریم؟ میزان رضایتمندی از خود ما چقدر از زندگی ما؟ که خیلی ویژگی مهم از برای زندگی سالم بعضی کسا از میره خود به یک فرد بعد را دیدم باز دیدمش با. یعنی از خودشان بعدشان میاد یا یگان تا وقتی طرف آینه میبخشین صحبت خدمتتون شد بعض وقتها که بعض افراد طرف آینه استاد میشن از خودشان نفرت می داشته باشن میگه مثلا من چه قدر بدرنگ است و مثلا چشمایم چرا خرد است یا ابرایم چرا خراب است یا دهنم چرا یک کمک کج است اینی موضوعات است که به نحو خودشان اصلا دوست ندارن و به نحوه میگن که من کلا یک فرد بد است و از خود اصلا رضایت ندارم یعنی سبک زندگی سالم وقتی ما میخوایم زندگی سالم داشته باشیم زندگی شاد داشته باشیم پر از سراسر شادی باشه خوشبختی باشه باید خود دوست داشته باشیم بعد با خود مهربان باشیم وقتی خود رو میبینیم لذت ببریم بگویم چی اک فرد رو میبینیم اولین گامی که شما زندگی سالم باید بسازید خود با خودتان مهربان باشین خودتان توهین نکنین خودتان تحقیر نکنین خودتان بد نگوین خودتان دوست داشته باشین از دیدن خودتان لذت ببرین وقتی خودتان میبینین لذت ببرین و خیلی مهم مهم یعنی یگان اصل مهم در زندگی شماست اگر شما خودتان دوست نداشته باشین دیگرها رو دوست داشته نمیتونین و همیست که زند... سبک زندگی شما دیگه کم کم دو چهار مشکل میشه بله. و میرین اه. طرف مشکلات اگر ما خود دوست نداشته باشیم چی میشه روابط ما خراب میشه و تشویش میکنیم تشویش کردیم استراب، افسردگی، ناراحتی و میریم حتی به خودکشی ها یعنی سبک زندگی ما کاملا خراب میشه پس با خودتان مهربان باشین بله موارد بسیار خوب را بیان کردین ولی شاید بیننده عزیز ما هم به این فکر باشند که خب شما فرمودین که باید خودت دوست داشته باشیم ولی مهمی است که ما چطور میتونیم خودت دوست داشته باشیم از کجا باید شروع بکنیم دوست داشتن خود را تا بتونیم که کلا از خود راضی باشیم اول خب ببینیم بعضی کسایی که خودت دوست داره شما فکر کنین چشمه که برای شما داده اگر چشمتان از بین بره شما میتونین چشمه بسازین بعضی کسا میگه من مثلا چشمم خراب مثل گفت شما که گفتید چشمایم خوردن ای بینیم خوردم این عملیات میکنن صورت رو شما میتونین بسازین یگانه چیزی که ما رو میبره به که به خود دوستی برسیم بریم به خداوند متعال متوسل شویم که یکی از بودای سبک زندگی سالم و ممی است یعنی ما بریم به خداوند وصل شویم و خداوند خود مثلا دوست داشته باشیم آه. خداوند وقت دوستداری وقت خالق تا دوست داری حتما خودت دوست داری دیگه چون خالق دوست داری دیگه کسی که تو را خلق کرده دار دوست داری هر چی که خلق کرده دار دوستش داری وقتی ما خالق خود دوست داشته باشیم ما خود دوست داریم وقتی ما خالق خود بشناسیم ما خودم میشناسیم ما اگر خود دوست نداریم یعنی همیشه میگیم که ما بد هستیم ما چهره خوب نداریم ما فلان هستیم یعنی دیگرا را... از ما چند تا دنیا ما کل جهان به بالا رستم که پیدا نمیکنم با بالین کل جهان شما بری اگر رستم پیدا کرده ما هم جایزه بردان میتونیم پیدا نمیشه یعنی یک دان از دیگه کل جهان بگردیم پس چرا خود دوست نداریم بله استاد بعض ها هستن که به اگر یک مشکل می بینن در جسمشان و یا هم در روانشان اگر کدام مشکل می بینن به اگر ما پذیرش داشته باشیم و بتونیم که خود با مو مشکلاتی که داریم با اون نقایصی که در وجود ما هست بپذیریم ممکن امو روند راضی بودن از خود به نظر ما ساده تر شود و ما بتونیم که براحتی با مشکلاتی که در زندگی ما هست کنار بیاییم بعض هستن که همو حقایقی که در وجود خودشان هست را قبول نمی و به سادگی نمی که به هم مفکر فکر می کنیم که زننده است به است زمانی که ما خود دوست نداریم مشکلای خودم دوست نداریم دیگه فردی که خود دوست داره هر مشکلی که در زندگیش هست اونا هم دوست داره از هر مشکل از گره های زندگیش که وجود داره فرش می سازه بربه. یعنی گیری ها رو باز میکنه واسو فرش می سازه چون دوست داره مشکل خوده گره زندگی خوده دوست داره خوده دوست داره که گره زندگی حل و با... را باز میکنه خیلی عالی و حالا میشه در مورد اهمیت ورزش کردن در داشتن یک زندگی سالم صحبت بکنین تا چه اندازه ورزش مهم است در سلامت جسمی یکی از مشخصاش ورزش کردن است یعنی فر افرادی که ورزش میکنن و حرکات بدنی دارن خیلی خوب است یعنی ما سلامت جسمی را مد نظر بگیریم یعنی حتی میگن که شما هر ماه دور کمرتان اندازه کنید ورزش کنید اینا ببینید که سلامت جسمی شما چقدر است یعنی شما تغذیه‌تون ببینید چی میخورین شما بعضی کسا روی تغذیه فکر نمیکنن چیزای پر چرب و چیزایی را میخورن که یعنی اصلا ویتامین نداره چیزای سرخ کرده ما خیلی دوست دارن <applause> یعنی <را. بال> <applause> یکی از مشکلات ما است که در افغانستان خیلی مشکلات زیاد است ما تمام چیزها رو سرخ کرده و چرب و اینی چیزها رو میخوریم و غیر از اون فکر فود نمی یا غذا های زود پس بعضه ها اصلا نان نمیخورن میگن یا از بازار برمنان بخرین، و برگر و چکن ونگز ام. و اینا ام. یا من اصلا دوست ندارم نان بخورم باز خانه دیگه والدینشون مجبور میشن که خواستهش برآورده بسازن اما به نحو به صحت جسمی و روانیش هم میتونه مشکل جدی. زمانی که ما میخوایم سبک زندگی سالم داشته باشیم بخش تغذیه بخش از اینکه چی تغذیه داریم یعنی ویتامین داره چیزی که شما میخورید یا اصلا ویتامین نداره که چیز استفاده میکنیم ما اگر چیزایی را استفاده میکنیم که اصلا ویتامین نداره و ورزش هم نمیکنیم حتما دیگه و چیزای پرچرب میخوریم میگه میشه دیگه یک بدبختی خیلی بزرگ جور میشه برای ما که بعد از اون سلام مثلا سلامت ما زیر سوال میره مشکل قلبی میگیریم مشکل میده میگیریم مشکل مثلا هزار مشکل دیگه میگیریم فشار خون میگیره خب اینا رو که گرفتیم سلامت روان ما خراب میشه چون ما خب. فکر میکنیم مریض هستیم دیگه دیگران درست از جور از صحت است و همین سبک زندگی سالم ما را کاملا بر هم میزنه بله استاد موارد بسیار خوب و اساسی را همراه ما و بیننده شریک کردین امیدوار که بیننده عزیز ما هم بتونن که از گفته های استاد احسان الله نوری استفاده خوب موثر در زندگی تان داشته باشین و حالا می که پیامت شما شمار داشته باشم بر بیننده عزیز ما و به تمام مردم عزیز ما خیلی کوتاه در سبک زندگی سالم نکات که ما گفتیم سلامت جسمی بود که باید در نظر بگیرین و برین چیزی که تغذیه میکنین چیزی که استفاده میکنین ورزش رو تا بدین یا مثلا شما مشکلایی که دارین حل کنین پیش از او که مشکل پیدا نکردین تشویش نکنین که باز پیدا کنین تشکر سلامت, سلامت باشین استاد محترم وقت ما کم باشه. مانده از حضورتان وقت خوب و خوش برتان سلامت باشین از شما هم تشکر میکنم در ساعت دوم برنامه ما را فراموش نکنین با بخش خوشحال با چهره هاش ما خبرای ساعت 8 تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین